من شهلا رضایی هستم و امروز به مناسبت فصل تعیین دستمزدها در ایران مطالبی از نشریه علیه بیکاری شماره 69 به سردبیری مصطفی اسدپور رو برای شما آماده پخش و روخوانی کردیم. جیب‌های خالی یک جرم از بزرگترین جرائم است. دستمزد کارگران چقدر باید باشد؟ در جامعه ای که در آن همه نعمت‌ها و امکانات به وفور موج می‌زند، دستمزدها مجرای دستیابی عملی و واقعی طبقه کارگر از شاغل و بیکار، زن و مرد و کودک به این نعمت است. بیان پولی دستمزد یک حقه، یک وسیله توطئه علیه دستمزد است. تورم و گرانی و انواع بامبول هول پرداختی ها از روش های پسفطرت و مافیایی کارفرمایان و دولت برای جیب بری از دستمزد هاست. دستمزد کارگران چقدر باید باشد؟ 10 میلیون؟ 20 میلیون؟ یا بیشتر؟ دستمزد کارگران باید دسترسی به همه نعمات موجود جامعه را ممکن سازد. دستمزد باید غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت، رفاهیات، وسایل ارتباطی، تفریح و سلامتی بدون دغدغه و در بهترین استانداردهای ممکن را در اختیار خانواده کارگری قرار دهد. این امکانات وجود دارد، به وفور هم وجود دارد، اما پول و دستمزدهای ناچیز جیب‌های همیشه خالی آن را از دسترس ده‌ها میلیون مردم زحمتکش دور نگه داشته است. انسان‌های کارگر که خود آفریننده این امکانات هستند، مجبورند سهمی ناچیز را با حسرت در میان زباله‌ها و پسمانده‌ها در رقابت با موش‌ها و سگ‌های ولگرد جستجو کنند. سکه پول سیاه دستمزدهای جاری در ته جیب رهگذران خاموش گرسنه و سرما از مقابل ویترین تل بی پایان غذا و پوشاک هیچ چیز از جنایت کم ندارد، چرا که بیرحمانه انسانها را تا مرز خفت و استیصال میبرد. چاره‌ای جز خودکشی را در مقابل آنها قرار نمی دهد. سکه پول سیاه دستمزدهای جاری برای پاسخگویی به نیازهای کارگران نیست، برای تضمین لشکر گرسنگان محروم است که به شرایط خفتبار کارمزدی تن دهند، بسوزند و بسازند. سکه پول سیاه دستمزدها یک داغ لعنت، یک موقعیت فرودست، یک روش بقا است که مهر سفره خالی، مصیبت نان، کار و کودک و تنفروشی زنان و دختران خانواده تا فروش کلیه پاتوق و همدم زندگی آنهاست. دستمزدها باید آنقدر باشد که ریشه این مصائب را یک شبه خوش کند. دستمزدهای جاری مجازات کودک خانواده کارگری است که به خود جرأت داده از چشم به جهان وارونه باز کند. دندان برای جویدن، شکم برای نام و پیکری در نیاز گرما و سرما داشته باشد و ادعای رفاه و آسایش در پیش بگیرد. دستمزدهای جاری چرخ‌دنده پرتاب میلیون‌ها نفر در بیکاری است. دستمزدهای جاری پایه امتیازات اشرافی و چرکین اقلیت ممتازی است که بهترین های جامعه و سرزمین را در انحصار خود قرار داده اند و دو قرتونی نشان هم باقی است. در جغرافیای ایران نیروی کار، زمین، طبیعت و ثروت کافی برای خلق رفاه برای صدها میلیون انسان وجود دارد. اقلیت مفقر همه این امکانات و اکسیژن هوا را به گروگان گرفتند. این وضعیت باید فوراً پایان یابد. دستمزدها باید آنقدر باشد که بهترین های این سرزمین را در اختیار کارگران قرار دهد. وقت آن است که جا بر محلات ویژه ثروتمندان و ساکنان آن تنگ شود.
وقت آن است که دولت مجبور شود به جای تخفیف‌ها و امتیازات ویژه به کارفرماها، ثروت جامعه را صرف ساختن بیمارستان‌ها و مدارس و تفریحگاه‌ها در مناطق زحمتکش نشین سازد. یک معیار و خواست قدیمی کارگری در زمینه دستمزدها گویای آن است که دستمزد یک کارگر نباید از نیمه حقوق وزیر کار کمتر باشد. این خواست دست کم برای شروع سنگر قابل تأمل است. این راهی است که در ادامه با براندازی کارمزدی دسترسی برابر و بدون قید و شرط همه شهروندان به همه نعمات جامعه را تضمین می‌کند. تبل‌ها را به صدا درآورید. از سخنرانی یک رهبر کارگری در اعتصاب معادن ایلند سال 1910. دستمزدها برای یک دهان پر از نان. کارگران به ما میگویند صبر. آتش فقر و تباهی به خانه و زندگی ما انداختند. به ما میگویند صبر. کمر ما در تولید و مکنت و ثروت شکسته است. به ما میگویند صبر. در صف طولانی گرسنگان و بیماران و محرومان، در سراسیمگی نجات عزیزان خود راه را بر ما بستند، میگویند صبر. مادام و هرچه بیشتر دندان صبر بر جگر میگذاریم، حاصل کار ما به یک دهان پر از نان نمیرسد. بیشمار از صغیر و کبیر خانواده بزرگ کارگری ما از گزند گرسنگی و بیماری و سرما جان سالم به در نمیبرند. کارگران هر جا و هر جمع، هر مناسبت، هر بهانه فرصت مقتنمی است که باید جمع شویم و دنیا را روی سر گذاریم. مسخره بازی سالانه دستمزدشان را ببرند گورستان دیگری پهن کنند. مقاصد این حکومت وعده های آنها جز دشمنی با طبقه کارگر نیست. طبقه سرمایه در ایجاد پایه‌ای‌ترین و انتظارات شکست خورده است. شکست و رسوایی گردانندگان جامعه را به صورتشان تف کنیم. دنیا باید بداند، تک تک رفقای کارگرمان باید باور داشته باشند که فقر و ناامنی مردم جرم جنایتکارانه است، حاصل سودجویی سرمایه است و باید پایان یابد. وسیع‌ترین اتحاد کارگری در جنبشی برای دستمزدها مهمترین قدم در پایان کابوس معیشتی جاری است. تبل‌ها را به صدا درآورید. سوار بر اسب بی‌پروایی، شمشیر حق طلبی بر کف دستم نهید تا همه ببینند صفوف ما در نبرد رو در رو با تلفات بسیار کمتری از مرگ تدریجی و دردناک هر روزه قدم در راه پیروزی خواهند گذاشت. جنبش سراسری دستمزد. ایران بر بستر فقر و تباهی بر خود می‌پیچد. کابوسی مشترک برای نان، یک سرپناه و لحظاتی از آرامش در مقابل درد و درماندگی تمام پهنای آن جامعه را به هم می‌دوزد. این فقط فقر و بی‌پناهی نیست، بلکه بیش از آن مخاطراتی است که هر آن از هر گوشه می‌تواند سر برآورد و در مقابل آنها کمتر و کمتر توش و توانی را می‌توان سراغ گرفت. در دل کابوس پایان ناپذیر، آنچه مشخصه آن جامعه از کار و شرافت کارگری است. ارمان با شمارش میلیونی گویای بلبله پایان ناپذیر انسان‌هایی است که با شیره جان خود از هیچ زندگی برای خود و نیز برای نزدیکان خود می‌آفرینند. آمار و ارمان با زبان بی زبانی گویا هستند. طبقه ما، خانواده بزرگ ما، میلیون‌ها سالمند و بازنشسته، میلیون‌ها بیکار، میلیون‌ها کودک و بیشمار زنان و مردان تنها را در دل خود جای داده است. ما متفاوتیم. زن، مرد،
کودک، شاغل یا بیکار با هر زبانی حرف بزنیم، هر خدایی را سجده کنیم، اما دستهایمان و دستمزدها ما را به هم گره می‌زنند. دستمزدهایی که هیچ وقت سر و ته زندگی را به هم نمی‌رساند و دستهایی که باید مثل خفاش‌ها بار تن و زندگی را به دوش بکشید بگیرد. اگر صاحبان جامعه چشم بر ما در بیغوله‌های حاشیه شهر، در دخمه‌های کار، در پارک بی خانمانی، در کنار چرخ دست فروشی و یا زیر چراغ برق تن فروشی بپوشند، با ریسمان دستمزدها ما را در چنگال خود دارند. ما متفاوتیم، اما دستمزدها موقعیت و زندگی مشترکی را بر ما تحمیل می‌کنند. درد مشترک و راه حل مشترک را در روزمره زندگی ما جان می بخشد. تا آنجا که به طبقه حاکم مربوط باشد، جز به جز دستمزدها در دشمنی با کارگران رقم می خورد. تا آنجا که به سرمایه مربوط باشد، دستمزدها باید هرچه کمتر، شکمها گرسنه‌تر، خانه‌ها محقرتر و سردتر، زندگی ناامن‌تر باشد. دستمزدها باید در دشمنی با کارگران ترس، فردگرایی و عافیت طلبی را تقویت کنند. ما متفاوتیم، شجاع یا کمتر شجاع و با توانایی و انگیزه های متفاوت. اما اگر چیزی مشترک در میان ما به جوش درآید و از همدیگر قوت دوچندان پیدا کند، اتحاد، اعتراض علیه این شرایط چه فردی و چه برای هم سرنوشتان خود است. کارگران، در جنگ دستمزدها ما فقط زنجیرهایمان و دنیای از نفرت را باقی داریم. دشت‌ها و جنگل‌ها، معادن و کارخانجات، فروشگاه‌ها و انبارها، بیمارستان‌ها و تفریحگاه‌ها و محلات مالامال از منزلگاه‌های لوکس حاصل کار ما در یک قدمی ما همچنان میدان جان کندن و خفت و تلفات از جان و شرافت ماست. صبر و تردید بیش از هر جنگ مستقیم از ما و از میان بهترین های صفحه کارگری قربانی گرفته است. ما شریان های تولید و حیات جامعه را در دست داریم. کل جامعه و سرزمین ایران در محاصره ما است. باید برای تعرض، برای اهداف بلند و برای پیروزی نیروی خود را بسیج کنیم. با چشمان باز گام‌های خود را پی بریزیم. دستمزدها همانقدر که بر سر نان، همانقدر نیز بر سر روحیه و آمادگی و اشتهای پیروزی نیز هست. ملزومات این پیروزی در صفوف کارگران موج می‌زند. این جنبش باید در مجامع عمومی کارگری به زبان بیاید و پا بگیرد.